بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. با عرض تسلیت سال روز قیام خونین 15 خرداد، مجموعه از واجباتی برای هر مسلمان مطرحه و واجبات بسیار مهمی هم داریم که در اوج هست. دو مدل از واجبات رو از کلمات حضرت امام در سال روز هم رحلت حضرت امام هم سال روز 15 خرداده عرض می کنم. دو مدل از مهمترین واجبات. یک واجب حفظ اسلام. امام فرمودن حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است. امروزه بر ملت ایران خصوصا و بر جمیع مسلمانان عموما واجب است این امانت الهی را با تمام توان حفظ کنند و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و در رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند. اگر اسلام را در خطر دیدیم باید مال را فدای آن کنیم و هم جان را، زیرا حفظ اسلام از حفظ جان هم بالاتر است. حفظ اسلام در برابر دشمنی که اساس آن را تهدید می‌کند واجب است. مجموعه از این کلمات حفظ اسلام از اوجب واجبات. جمله دیگه از مهمترین واجبات به این صورت فرمودن حفظ و تقویت نظام اسلامی از اوجب واجبات است. تضعیف نظام مانند بدنام کردن، ایجاد اختلاف، بزرگ نمایی ضعف ها حرام است. هر عملی که موجب بدنام شدن جمهوری اسلامی در برابر کفر و تضعیف نظام شود جایز نیست. تبلیغات برخلاف مصالح کشور اسلامی حرام است، همچون نگارش و چاپ مقالات که بسیاری از این روزنامه های مسئله دار، مجلات مسئله دار، رسانه های مسئله دار دامن میزنن. اینایی که ادعا میکنن راه امام میریم در مقابل امام هستن، به این صورت دارن تلاش میکنن. ولی یک نکته آخرین عرض میکنم، حفظ اسلام میدونیم واجبه، حفظ نظام میدونیم واجبه، ولی بعد چه کار کرد برای حفظ اسلام؟ هر کسی میدونه اسلام چی میگه. واجباتی داریم، نمیدونیم نماز جزء واجباته، نمیدونیم حجاب جزء واجباته، نمیدونیم که حفظ ارزش‌های دینی جزء واجباته، نمیدونیم امر به معروف جزء واجبات. همینا رو انجام بدیم حفظ دینه. نمیدونیم پیروی از مرجعیت و ولایت فقیه که امروز پرچمدار این ولایت و فقاهت حضرت آیت الله عظما خامنه ای واجبه. آمین صلی علی محمد و آل. ان شاء الله که رهروه راهش باشیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر.